شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور برای بحث بیشتر در مورد سخنرانی های امروز رئیس جمهور در استودیو با ما هستند و به گفتگو میپردازیم. سلام به شما آقای مرتضوی، خیلی خوش آمدید. رئیس جمهور از شکست دشمنان و مزدوران گفتند و بادارانشان هم به انزوا رفتند. کدام شکست؟ با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون، همکاران شما. شما در جریان هستین که برخی کشورهای همسایه از جمله پاکستان از مدت‌ها قبل، یعنی سال‌های طولانی در تلاش بود تا افغانستان در انزوا قرار بگیره، ولی شما هم اکنون می‌بینین که در همین هفته‌ای که سپری شد، ما حداقل دو مسیر جدید برای افغانستان باشد، هم مسیر ترانزیت یعنی وصل شدن افغانستان به خط آهن از چین به مزار شریف و هم خط آهنی که از ایران به هرات وصل شد، و قرار است که مسیرهای جدیدی دیگه از ترکمنستان به هرات و هم به بندر آقینه وصل شود. بندر چابهار قبلا برای تاجران افغانستان قابل دسترس شده بود. ما حداقل فعلا از لحاظ تجارت و ترانزیت در منطقه تبدیل شدیم به یک نقطه وصل و تمام کشورهای منطقه میتونن از این ظرفیت افغانستان استفاده کنه. در سطح بین المللی هم نشست وارسا یک نمونه از عطف توجه دنیا به افغانستان بود و در بروکسل هم با آمادگی هایی که صورت گرفته این پیش بینی وجود داره که تعهد بسیار قوی دنیا را افغانستان با خود داشته باشد. بنابراین کشوری که تلاش میکرد افغانستان رو به انزوا ببره فعلا خودشان در انزوا قرار گرفتن. خب حالا از میدان های نبرد هم گفته شد، از پیروزی حکومت گفته میشه. شما ببینید که افغانستان امروز درگیر چی مواردی است؟ هیچ ولایت نیست که امنیت داشته باشه و بدترین روزها رو امروز زابل تجربه میکنه، ترینکو و روزگان، هلمند تجربه میکنه، بغلان و قندوز تجربه میکنند. و معمولا حالا دیدگاه حکومتی است که ما پیروز جنگ هستیم. اگر پیروز جنگ میبودیم که ولسوالی های ما سقوط نمیکردن و وضعیت اینجوری نمیبود. ببینید، ما در برابر یک جنگ اعلام نشده از طرف برخی کشورها قرار داریم. این جنگ یک جنگ سخت، نفسگیر و دشوار هست. شما اگر ارتش افغانستان با ارتش عراق مقایسه کنین، با سوریه مقایسه کنین، با لیبیا مقایسه کنین، کشورهایی که بخش وسیع اراضی خود از دست داده، در افغانستان چنین اتفاق نیافتاده. نیروهای امنیتی، یعنی انتظار این روز را هم داشتین که یک بخشش باید شما ببینید وقت کشور مانند سوریه که پولهای بادآورده نفتی کشورهای مختلف منطقه را به همراه داشت، قوی ترین ارتش داشت. عراق حالا ماهیت قضیه فرق میکنه. بله، اجازه بدین شما سرنوشت کشورهای دیگر ببینید و موج عظیمی از خشونت و ترور و وحشتی که در افغانستان راه اندازی شده که حداقل 6 گروه تروریستی در اینجا، به شمال شبکه حقانی، به شمال طالبان، به شمال القاعده و سایر گروه تروریستی کمر بستن، عقبه بسیار نیرومند در خارج از افغانستان داره. شورای کویته در پاکستان است، شبکه حقانی در پاکستان است، امکانات و تعامل قوی دارن. نیروهای امنیتی شما در برابر یک جنگ سخت و نفسگیر مقاومت کرده. پلان را که اینا در عملیات باری امسال طالبان داشتن بودن که حداقل اینا چند ولایت تصرف میکنه، چند ولسوالی را تصرف میکنه، در هیچ نقطه طالبان موفق به این نشد که یک جغرافیا برای خود ایجاد کنه. حالا دو ولسوالی عملا در دستشون است. ترینکوت هم قریب به 70-80% سقوط دادن. بیشتر از این دیگه چی شود؟ 5 ولسوالی در هلمند در دستشان است. بله، ما در جنگ هستیم، ما در جنگ بسیار سخت هستیم. شما میگین که هیچ نقطه بعد دستشان نیست؟ نه، اونا پیش بینیشان بود که 3 ولایت میتونن در کنترل خود در بیارن، شمار از ولسوالی ها رو میتونن در کنترل خود در بیارن. در هیچ شک نیست که چند ولسوالی در کنترل طالبان هست، ولی اینا قدرت رویارویی با نیروهای امنیتی افغانستان ندارن. به صورت حمله های چریکی انجام میدن، مردم ملکی را میگیرن، مسافرینی که در از مسیر را تردد میشه اینا را میگیرن، بالای پهندون حمله میکنن، بچه هایی که نسل آینده افغانستان است و میخواین درس بخوانن و در این کشور خدمت کنن، زندگی کنن، اونا را میکشن، مردم ملکی را میکشن، به تاسیسات حمله میکنن، پول در کندوز از بین میبرن. یعنی تمام تمرکز اینایی است که افغانستان چطور به قرن حجر برگردانن، چطور به مردم افغانستان آسیب بزنن، چطور تاسیسات مردم از بین ببرن. اما تلاش های شما هم که خیلی نتیجه بخش نبوده برای مهار این چنین قضایا. شما حکومت هستین، دولت هستین، 300,000 نیروی امنیتی در اختیار دارین،
همواره از ضعف مدیریت در جنگ ها گفته میشه چرا آسیب شناسی نمیشه. مثلا شما برین امروز خبر دارین که در وزارت دفاع چه مگذره، چه فسادی در قلوردو ها، در کندک ها، در ولایت ها مگذره. سرباز پوشیدن برای پوشیدنش بوت نداره، برای جنگش مرمی نمیرسه، فروخته میشه برای روشنایی اتاق شبانه، حداقل برای کندکش روغنیاتش فروخته میشه. میشه بگین در کدام کندک برق نیست؟ در ولایت اروزگان یکی از دلایل که همین مسئله است که شما برین سنددار، شما یک بار دنبال کنید، حتی هیئت فرستاده شده وزارت دفاع خودش اونجا معامله کرده. سربازانی که از اونجا تماس گرفتن به ما دروغ میگن. به هیچ وجه معلومات شما از اساس غلط و ناقص است، به این خاطر که اردوی وزارت دفاع، نیروهای اردوی ملی یکی از بهترین سرمایه های افغانستان است. یک از دستاوردهای 14-15 سال حکومت افغانستان است، هم در گذشته و هم در حالی. بیشترین تمرکز حکومت افغانستان برای بالا بردن ظرفیت اردوی ملی است. امروز نیروهای کماندو از همین اردو تماس گرفتن. آقای مرتضوی معلوم نیست که تماس گرفته، معلوم نیست که تماس گرفته. شما آماده باشید، آماده هستن صدها افسر اردو بیان و شما اجازه بدید. یادم است که یک بار به من تلویزیون شما در زمان جنگ کندوز یک طالب تماس گرفته بود، گریه میکرد که به ما نان نرسیده. شما سویا تشخیص دادین صدای تلفن که او سرباز است یا طالب است؟ اما میلا که تشخیص شما چی بوده؟ تشخیص ما شناخت ما بوده که میشناختیم اون افراد را رفتن. حالا به هیچ وجه من در امروز یادم بود که سخنگوی وزیر دفاع نمایندگان شما بود، ترینکوت تو روز آمدن در اینجا حرف میزدن، دروغ میگن. اونها نمایندگی نمیکنن از مردم. من مشکلات به هیچ وجه من مشکلات رد نمیکنم. مشکلات هست، جغرافیا واسه هست. شما بی بنیاد میخوانین کلا این ادعایی که حالا از آدرس افسران امین حکومت صورت میگیره. ببینید هر افسری که ادعا کرده که در یک جای مشکل است فوراً به رسیدگی میشه. ولی وقتی شما در صحنه جنگ هستین، در یک جغرافیای کاملاً وسیع، کوهستانی که اکمالات و تدارکات در اونج دشواری‌ها و سختی‌های خود داره، مشکلات پیش میاد. شاید در یک جای مرمی دیرتر برسه، در یک جای نان دیرتر برسه. اما شما ببینید ستون فقرات یک کشور چی هست؟ لوجستیک هست. چقدر سرمایه گذاری شده بود در حکومت گذشته که لوجستیک ارتش شما بالا بره؟ شما ببینید قدرت یک ارتش در توپخانه هست. چقدر در حکومت گذشته کار شده بود که قدرت توپخانه ما بالا بره؟ قدرت یک نیروی امنیتی به قوت هواییش هست، در قوت رادارش هست. چقدر سرمایه گذاری شد در 14 سال که هزاران میلیارد دلار سرازیر شد، در کدام بخش ظرفیت ها صورت گرفت؟ ولی فعلا در دو سال حکومت چی کار کرده؟ در دو سال تمام قلوردوهای شما فعلا مجهز به چرخبال ها هست. در هر نقطه اینا میتونن رسیدگی کنند، در هر نقطه اینا میتونن پس از 6 ساعت کماندو را بفرستن. 11000 کماندوی شما امروز در سطح منطقه نمونه هست، یعنی یک سرباز شما به اندازه 20 سرباز عادی دیگه توانایی رزمیدن داره. 20 سرباز کماندو در یک نقطه پیاده میشه، طالب دیگه برای یک حمایتشان یکی از ضعیف شدن انگیزه هایشان شده. شما یک بار حداقل برین بین همین سربازانی که از جنگ برمیگردن، در یک سال حداقل با هم میریم در هر قلوردوی که شما میخواین برین. امروز اگر انگیزه نمی بود، در یک ساعت طالب از اروزگان کس بیرون نمیتونست. امروز اگر انگیزه نمی بود، کندوز پاکسازی نمیشد. اگر انگیزه نمی بود، از بغلان طالب رانده نمیشد. اگر انگیزه نمی بود، شهید مثل اندرابی خود در رانده شدن. حالا دهنه غوری در دستشان است، در دند شابودین، در دند غوری هستند، در حوالی شهر پلخمری هستند، در کندیز به همین شکل رد نمیکنه. ما رد نمیکنیم. شما عملا از بنیاد میگین که پاکسازی شده؟ نه، پاکسازی نمیگیم. شما ببین طالبان در چند قدمی اروزگان بود، در یک ساعت کماندوهای شما اینا راندن بیرون کردن. در قلعه زال اینا گرفته بودن، کجاست؟ طالبان در قلعه زال حضور داره. شما همه دهنه غوری رو ببینین. ما در این نمیگیم که طالبان به صورت دزدی میآیند، از زیر یک درخت استفاده میکنه، از مناطق مسکونی استفاده میکنه، از مسجد استفاده میکنه، از خانه های مردم استفاده میکنه، دست به کشتار بی‌رحمانه مردم میزنه. در شک نه، جنگ به میخاطر هست. ولی طالبان به هیچ یک از پلان های خود دسترسی پیدا نکردن، موفق نشدن و نیروهای امنیتی افغانستان، اردوی ملی افغانستان بسیار جسورانه با شجاعت تمام خود قربانی میکنن تا از مردم و تاسیسات و جسارت افسران و سربازان اردو که در نبرد هستند شکی نیست. این هماره تقدیر شده. بحث و سوال روی مدیریت جنگ است، روی رهبری جنگ است، روی فساد موجود در نهادهای امنیتی است که حداقل مورد بازرسی قرار میگرفت. مثلا فرمانده پلیس هلمند برکنار شد از کار، سرنوشتش به کجا رسید؟ آقای سرجنگ چه شد؟ بررسی میشه. آقای اندرابی چه شد؟ از مراکز شما اونارو میتونید دوسیه هایشون از نهادهای عدلی و قضایی سوال کنین. ببینیم یک موضوع براتون میگیم.
در گذشته تمام مشکلات در قراردادهای وزارت دفاع بود. امروز تمام قراردادها در کمیسیون تدارکات ملی بررسی شده و تمام قراردادها در مطابقت با قانون صورت میگیره. یعنی دیگه کسی نیست که از میوه سرباز، از نان سرباز، از لباس سرباز، از پوشاکشون دزدی کنه. ما فساد رد نمیکنیم. به می دلیل چون فساد است که مرکز عدلی و قضایی جور شده. و چون فساد از دنیا بالای افغانستان انگشت انتقاد داره. چون فساد است رئیس جمهور در برابر همه پدیده جدی هست. ما فساد رد نمیکنیم. بله در پلیس هم فساد است. در اردو هم به صورت محدودش بوده در سایر دستگاه‌های مهم داره این مسئله حداقل که شما جلوش یک دقیق بخش کلان میگرفتین برای مردم بسیار مهمترین یعنی مهمترین جلوگیری در وزارت دفاع در نیروهای در وزارت داخله شده تمام قراردادها دیگه معیاری میشه وقت قراردادها معیاری شوه جلو یک بخش بزرگ از فساد گرفته میشه که کار وزارت دفاع فعلا صورت گرفته خب حالا برنامه های دیگه که حداقل میتونه تأثیر گذار باشه بر مردم افغانستان و بتونه روحی جنگی را شما میبینین که کابل چی وضعی داره هیچ کس امنیت نه روانی داره نه فیزیکی داره هر لحظه در هر جا انفجار و انتحار است در کنار از این رویدادهای جنایی هم حالا به اوجش میرسه گفتگویی که وقتی با مسئولین امنیتی و پلیس میداشته باشین اونها طوری سخنرانی میکنن که هیچ حرفی هیچ حدیثی در میان نیست حالا چیزایی که اتفاق میفته چیز نیستن چی تجدید نظر کردین ببینید من به حیث معاون سخنگوی ریاست جمهوری و هم به حیث یک شهروند افغانستان هم از رسانه ها هم از علمای افغانستان نهادهای مدنی مردم افغانستان ما یک توقع داریم و او است که این جنگ تنها علیه پلیس نیست تنها علیه اردو نیست مسئولیت سنگین جنگ تنها حکومت برداشته نمیتونه طالبان گروه های تروریستی و پاکستان بر علیه مردم افغانستان اعلام جنگ کرده گروه تروریستی کمر بسته برای نابودی مردم افغانستان بنابراین در این جگ علمای ما معلم ما زن و مرد افغانستان نهادهای مدنی ما رسانه ما حکومت ما در کنار هم نباشد این جنگ ما میبازیم در کنار هم هستند دیگه نه شما ببینید بیشتر از این چه مثلا مثلا ما یک گلای دوستانه داریم ببین روزی که در اورزگان جنگ بود بله. من مستقیما با اورزگان در تماس بودیم شما با افرادی در تماس بودین که طبیعتاً منافیشان بود نمیگفتن به شما سقوط کردن با آدمایی که ما حداقل بالای معلوماتش اعتماد داشتیم در همون لحظه رئیس امنیت و قماندان امنیت مشغول جنگ بودن درست جنگ در نزدیکای قماندان امنیت رسیده بود والی در همون لحظه در لوا بود ولی شما یک وکیلی را که کلش سیره آورده از اورزگان میارین در اینجا واوی میگه که بله اورزگان سقوط کرده با سیره وکیل شده بله خب داخل از اورزگان سیره داشت از مرکز شهر کل رایش 300 رای بوده از همون ولایت هم و او از اینجا اعلام میکنه سرابیان شما که اورزگان سقوط کرده در حالی که در همون لحظه ما سربازان شما رئیس در سخت‌ترین نبرد در همون قرار بسن سربازان را که بیای حکایت بکنه از اوضاع ترینکوت بله هیچ محدودیت وجود نداره شما آماده هستین برای رئیس جمهور بله بنشانین بله. شما هیچ محدودیتی نیست که هر موردی که احساس میشه که در حق سرباز ما در حق شهید در حق مجروح ما به تفاوتی شده به مسئولیتی شده نهادهای ریاست جمهوری تمام بخشای شما دیگه داره که سپاسگزارم از حضور شما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور